سلام، من ایمان گودرزی هستم. امروز در خدمتتونم با یکی دیگر از ویدیوهای بازاریابی به زبان ساده. همونطوری که توی جلسه قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، یکی از مراحل در واقع فرایند بازاریابی بحث تحلیل و ارزیابی مارکت هست، شناخت در واقع بازار و عواملی که روی بازار تأثیر میذارن. ما باید بدونیم که چه فاکتورهایی دارن روی مخاطبین ما تأثیر میذارن، مخاطبین ما دارن چه واکنشهایی نشون میدن، رقبا دارن چه کارهایی انجام میدن، به طور کلی چه عوامل محیطی داره روی بازار و اینداستری که ما داریم توش کار میکنیم تأثیر میذاره. برای همین عوامل محیطی رو ما میایم به طور کلی به دو دسته مایکرو انوایرومنتال و ماکرو انوایرومنتال تقسیم میکنیم. فرق این دو با هم دیگه چیه؟ ما توی اون مایکرو انوایرومنتال یا بحث در واقع میکرو و خیلی کوچیکتر، عوامل محیطی در واقع کوچیکتر، میایم عواملی رو که نزدیکتر هستن به شرکت ما، مثلا رقبای ما، مشتریانمون، اینها رو میایم بررسی میکنیم و رصد میکنیم. در حالی که توی بررسی عوامل ماکرو انوایرومنتال یا بحث‌های در واقع محیطی بزرگتر، میایم عواملی مثلا شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی و غیره رو بررسی می‌کنیم که ببینیم چه تأثیری روی بیزینس ما، روی مخاطبین، مشتری‌ها و رقبای ما می‌ذارن. حالا بیاین یه مقداری ریز و دیتیل بشیم توی فاکتورهای محیطی. چه فاکتورهای محیطی خرد و چه فاکتورهای محیطی کلان؟ توی فاکتورهای محیطی خرد، یکی از فاکتورهایی که یکی از عواملی که در واقع ما باید بررسیشون بکنیم خود شرکت و خود سازمان هست. من باید بدونم که فرایندهای مختلفی که توی سازمانم داره اتفاق میفته به چه صورت هستن، اینها هم راستا هستن یا نه. بچه‌ها، خیلی از مواقع ما داخل سازمان اختلافات سازمانی میبینیم که منجر میشه که اون محصولی که باید تولید نشه. بعضن اختلاف قدرت هایی وجود داره و اختلاف سلایقی وجود داره که نمیذاره اون چیزی که واقعا مناسب هست برای مشتری تولید بشه. یکی از ابزارهایی که میتونه به من کمک بکنه برای شناخت بهتره در واقع شرکت و سازمانم، ماتریس SWOT هست، مخصوصا اون دو قسمت S و W که نقاط قوت و نقاط ضعف سازمانم رو من نشون میدن. اونها فاکتورهای در واقع درونی هستن که من میتونم باهاشون سازمانم رو بسنجم، ببینم توی چه مواردی نقطه قوت دارم، آیا پرسنلم کافی هستن، آیا نوع قیمت گذاریم خوب بوده، آیا تبلیغاتی که دارم میکنم خوب هستن، آیا کارمند متخصص دارم، آیا اهرم‌های مالی دارم برای اینکه بتونم پلن‌هام رو پیش ببرم، آیا یک پارچگی توی سازمان من وجود داره. پس با بررسی اینها میتونیم متوجه بشیم که تو چه قسمت‌های نقطه ضعف داریم و چه قسمت‌هایی رو خوب و قوی هستیم. یکی دیگه از عواملی که توی فاکتورهای در واقع خرد میتونم بررسیش بکنم، بحث تامین کننده هام هستم. من باید تامین کننده هام رو بشناسم، باید بدونم که با کیا دارم تعامل میکنم و از کیا دارم مواد اولیه و خامم رو تهیه میکنم. اگر که تعداد اینها محدود باشه، اگر که من یک تامین کننده داشته باشم، من خیلی قدرت کمتری دارم برای مانور دادن، برای اینویشن، برای تغییر قیمت و تعیین کیفیت محصولم. در واقع من وابسته هستم به قیمت و کیفیت همون یک تامین کننده، در حالی که اگر که بیام تعداد تامین کننده هام رو بیشتر بکنم، این به من کمک میکنه که بتونم قدرت مذاکره پیدا بکنم در برابر تامین کننده های مختلف و قیمت رو پایین تر بیارم و اون قیمتی که در واقع میخوام رو بهش دست پیدا بکنم یا لااقل بهش نزدیک بشم. و بعد به هم قدرت انتخاب میده بین کیفیت های مختلف. از اون طرف به من این قابلیت رو میده که اگر خواستم من هم بتونم پروداکت با کیفیت های مختلف برای اقشار مختلف تولید بکنم. پس برای همین ساپلایر ها یا تامین کننده ها یکی از عوامل اصلی توی بررسی و رصد مارکتمون هستن. عامل بعدی که میتونه تاثیرگذار باشه بحث واسطه ها هستن. من ممکنه که محصولی که دارم تولید میکنم رو نتونم مستقیما به دست مصرف کنندم برسونم، هزینه خیلی بالایی برام داشته باشه، شبکه توزیع و پخش خیلی منظم، مویرگی و منسجمی رو نداشته باشم. میام چیکار میکنم؟ میام از واسطه های مختلف استفاده میکنم. ممکنه من بیام به عمده فروشی ها بفروشم و عمده فروشی ها این رو پخش بکنن توی سطح شهر. ممکنه بیام با خرده فروشی های مختلف یا شرکت های پخش مختلف کار بکنم. یک امکانی که به من میده کار کردن با واسطه های مختلف، بحث در واقع پروموت کردن، معرفی کردن و در واقع شناخسوندن محصولم به مخاطبینم هستش. این به من کمک میکنه یه مقداری هزینه هام برای بحث در واقع پروموشن و معرفی به مخاطب کمتر بشه. از اون طرف ممکنه یه سری محدودیت ها برام ایجاد بکنه، مثلا هزینه سربارم رو یه مقداری اضافه تر بکنه، یا اینکه
اختیار برندم رو کمی از من میگیره. چرا؟ چون که اون مدلی که من میخوام پروموت بکنم محصولم رو، یا اون مدلی که من میخوام معرفی بکنم و به دست مخاطبم برسونم، به دستش رسیده نشه. چرا؟ چون که دیگه من نیستم که دارم با مخاطب و مصرف کننده نهاییم ارتباط برقرار میکنم، این واسطه ها هستن که دارن ارتباط برقرار میکنن. پس به هر نحوی که اونها این ارتباط رو برقرار بکنن، اون برند من توی ذهن مخاطب شکل میگیره. برای همین اگر که میخوایم برندمون رو خودمون محکم بسازیم، خیلی مهمه که حتما با مصرف کننده و مشتری نهایی خودمون ارتباط مستقیم داشته باشیم. ممکنه بگین که خب هزینهش خیلی برامون بالا در میاد و ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. این درسته. پس میتونیم یک کاری بین این دو مورد انجام بدیم. بیایم به جای اینکه تماما واگذار بکنیم به واسطه ها، بیایم بخشی از کار رو به واسطه در واقع منتقل بکنیم و بخشی از کار رو که بیشتر تو حوزه پروموشن، معرفی و ارتباط گرفتن با مخاطب هست، خودمون داخل سازمان انجام بدیم. ما باید سعی بکنیم با استفاده از قدرتی که سوشال مدیا داره، قدرتی که دیجیتال مارکتینگ داره، قدرتی که در واقع فضای آنلاین داره و هزینه خیلی پایینی که برامون داره، بیایم ارتباطمون رو با مخاطبمون بسیار بسیار افزایش بدیم. این کمک میکنه که توی ذهن مخاطب برند بهتری رو شکل بدیم. مورد بعدی همونطوری که گفتم بحث رقبا هستن. ما باید بدونیم رقبامون دارن چی کار میکنن. ممکنه من میام یک محصولی رو ارائه میدم که خیلی هم به درد بازار میخوره، خیلی از نظر خودم محصول خوب و درستی است. رقیب من هم داره همون محصول رو ارائه میده، ولی 4 چیز اضافه تر داره ارائه میده. قیمتش هم با قیمت من برابره. خب مشتری میره کدوم رو انتخاب میکنه؟ رقیب من رو انتخاب میکنه. چرا به نظر من محصولی که دارم ارائه میدم خیلی خوب و یونیک بوده؟ چون که تکنولوژیش رو تازه به دست آوردم. نمیدونستم در واقع این تکنولوژی رو بقیه شرکت ها هم دارن و دارن ازش استفاده میکنن. برای همین اگر که من رقبام رو نشناسم، رصد نکنم، بررسی نکنم رقبا رو، متوجه نمیشم که اونا دارن کجا پیش میرن، اونا دارن چه مسیری رو پیش میبرن. به عنوان مثال برند تیمچه وقتی به عنوان یکی از رقبای دیجیکالا وارد بازار شد، اومد روی چی مانور داد؟ خیلی خوب دیجیکالا رو رصد کرده بود، بررسی کرده بود، اومده بود نقاط قوت و نقاط ضعف دیجیکالا رو استخراج کرده بود و اومده بود روی نقاط ضعف دیجیکالا مانور داده بود و اونها رو تبدیل به نقاط قوت خودش کرده بود. یکی از مثالاش چیه؟ دقیقا همین ارسال هر گونه کالایی، هر چقدر کوچیک، مثل یک خودکار بیگ به طور رایگان. خب من اگر که رقیبم رو نشناسم، نمیدونم که الان آپشن رایگان میتونه برای مشتریای من خیلی خوب باشه. چرا؟ چون رقبای من ارسال رایگان رو در نظر نگرفتن. همزمان با اینکه دارم رقبا رو تحلیل و بررسی میکنم، باید بیام مشتریام رو هم بهشون حواسم باشه و بررسیشون بکنم. باید بیام ببینم که چه نیازی دارن، باید بیام ببینم که نقاط دردشون چیا هستش، پین پوینت ها و گین پوینت ها چیا هستش، چه آمال و آرزوهایی دارن، دوست دارن به چی دست پیدا بکنن، تا من بتونم بر اساس اون چیزی که رقبام ارائه نمیدن و من میتونم ارائه بدم و نیاز مصرف کنندم هم هست، اون محصولم رو دیولپ بکنم و تغییر بدم. توی بحث سگمنتیشن تارگتینگ در واقع ویدیو قبلی با هم دیگه بیشتر در مورد این موضوع صحبت کردیم که چقدر شناخت مخاطب و مصرف کننده من میتونه مهم باشه. در نهایت آخرین عاملی رو که من میتونم بررسی بکنم، بحث در واقع گروهک های مختلفی هستن که میتونن روی کسب و کار من تأثیر بذارن یا من میتونم روی اونها تأثیر گذار باشم. محصول من در واقع به کارشون میاد و میتونه براشون مناسب باشه. مثل خبرگزاری ها، کنفرانس ها، حتی سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها، اینها گروه هایی هستن که روی بیزینس من تأثیر گذارن، روی مشتریان من هم تأثیر گذارن. برای همین من اگه بتونم ارتباط بهتری با اینا داشته باشم، یه تعامل بهتری با اینها داشته باشم، میتونم در واقع یک تغییراتی توی کسب و کارم ایجاد بکنم. حالا توی بحث فاکتورهای کلان میایم عوامل محیطی بزرگتر رو بررسی میکنیم، ببینیم که فاکتورهای کلان چطوری روی بیزینس ما تأثیر میذارن. یکی از مدل هایی که ما میایم فاکتورهای محیطی کلان رو توش بررسی میکنیم، مدل پستل هست، یا به اختصار پولیتیکال، اکانومیکال، سوشال، تکنولوژیکال، اکولوژیکال و لیگال هستش. حالا دونه به دونه اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم، کمی اطلاعات بیشتری ازشون میگیم. خب توی بحث پولیتیکال یا سیاسی، ما باید ببینیم همه عوامل سیاسی که تاثیرگذار هستن روی بیزنس ما چیا میتونن باشن یا چیا هستن. به طور مثال تعیین ریاست جمهوری، انتخابات در واقع نمایندگان مجلس، اینها مواردی هستند که میتونن تاثیرگذار باشن.
نوع ارتباطات سیاسی ما با دنیا، اتفاقاتی که داره به صورت کلان میفته، تحریم هایی که اتفاق میفته، ممنوعیت هایی که برای واردات یا صادرات رخ میده، اینها همه فاکتورهای سیاسی هستن که میتونن به شدت توی بیزینس ما تاثیرگذار باشن. عامل دیگه ای که میتونیم بررسی بکنیم بحث اقتصادی هستش. ما باید ببینیم تو اون جامعه ای که ما داریم توش فعالیت میکنیم، تو اون منطقه ای که ما داریم فعالیت میکنیم و کسب و کارمون هست، شرایط اقتصادی به چه صورت هستش. یعنی چی؟ یعنی رشد مثلا تولید خالص و ناخالص ملی به چه صورت هست، مثلا نرخ تورم چقدره. حتی بیام تورم رو جدا بکنیم، تورم مصرف کننده چقدره، تورم تولید کننده چقدر هستش، آیا ببینیم فشار داره به تولید کننده وارد میشه یا به مصرف کننده. عوامل اقتصادی میتونه ما کمک بکنن که یک، بیایم تارگت مارکتمون رو بهتر انتخاب بکنیم. اگر که میبینیم شرایط اقتصادی خوب نیست، جامعه امکان پرداخت در واقع هزینه های بالا رو نداره، میایم تارگتمون رو خیلی نیشتر متمرکز میکنیم رو قشرهای بالاتر در واقع جامعه. از اون طرف میتونیم در واقع بحث قیمت گذاری رو بهتر پیش ببریم، ببینیم که چه قیمتی میتونیم بدیم که مناسب بازار باشه با توجه به شرایط اقتصادیشون. حتی با پیش بینی شرایط اقتصادی از سالهای آینده ما میتونیم قیمت گذاری متفاوتی داشته باشیم، یا حتی محصولات متفاوتی توسعه بدیم و دیولپ بکنیم برای سالهای مختلف، برای اقشار مختلف. عامل بعدی که میتونیم بررسی بکنیم بحث سوشال یا اجتماعی هستش. ما باید ببینیم از نظر اجتماعی آدم‌ها دارن چجوری تغییر میکنن. مثلا نرخ نفوذ اینستاگرام، نرخ نفوذ اصلا اینترنت توی خانواده‌های ایرانی چقدر هستش. اینها همه تأثیر میذاره روی اینکه من ببینم بیزینسم رو چطوری توسعه بدم، چطوری پیش ببرم، چطور با مخاطبم ارتباط برقرار بکنم. اگر من یک بیزینسی هستم که مشتریان من غالبا از دسکتاپ استفاده میکنن که بیان به من سر بزنن و در واقع محصولات من رو ببینن و خریداری بکنن، خب این اشتباهی که من بیام یه اپلیکیشن موبایل بزنم، اگر که مثلا خیلی از گوشی استفاده نمیکنن. اما اگر که ببینم یک قشری هستن که اصلا ضریب نفوذ موبایل توی اونها خیلی بالاتر هست، ضریب نفوذ مثلا اینستاگرام، سوشال مدیا به طور کلی توی اونها خیلی بالاتر هست، خب این خیلی مهمه که من بیام شبکه های اجتماعیم رو فعال بکنم، با مخاطبم در ارتباط باشم توی سوشال مدیا، توی در واقع موبایل هاشون به هر طریقی که میتونم. برای همین اینجا ترند های اجتماعی خیلی مهم هستن. یکی از اتفاقاتی که تغییرات خیلی بزرگی ایجاد کرد توی ترند های اجتماعی بحث کرونا بود. میبینیم که اصلا لایف استایل آدم ها تغییر کرده. خب پس این خیلی مهمه که من حواسم رو بدم به این موضوع که ببینم اوکی الان لایف استایل جامعه هدف من به چه صورته. اگر دارن آنلاین کار میکنن، الان کار کردن به صورت هیبرید خیلی بیشتر شده نسبت به قبل. شاید قبلا اصلا من خرید اینترنتی نمیکردم، خیلی وقتا خیلی از محصولات رو اصلا اینترنتی نمیخریدم، مثل محصولات سوپرمارکتی. حتی قبلتر لباس رو و پوشاک رو هم خیلی اینترنتی نمیخریدم، اما کرونا باعث شد که من همه خریدام رو اینترنتی بکنم، یعنی سوپرمارکتم رو اینترنتی بخرم. گوشتی که هیچ وقت همیشه باید میرفتم مغازه نگاه میکردم به گوشت فروشی، مثلا گوشتای مختلف رو بررسی میکردم و مثلا گوشت مورد نظرم رو میخریدم، ماهی، مرغ و غیره، الان همه رو میام آنلاین میخرم. توجه هم به مسائل بهداشتی بیشتر شده. دیگه بدون ماسک مثلا خیلی جاها تردد نمیکنم، حتما یه الکل کوچیک توی جیبم هست. اینها میتونه تأثیر بذاره برای من بیزینس که اگر بیام توجه بکنم به شما، بیام رفتار شما رو زیر نظر بگیرم، ببینم که خب اوکی شما مثلا اینجا ممکنه ماسک احتیاج داشته باشی، اینجا ممکنه مثلا از تجهیزات بهداشتی احتیاج داشته باشی، میتونم اینها رو در اختیارت قرار بدم به صورت رایگان برای اینکه حس بهتری بهت بدم از زمانی که در واقع داری با من تعامل میکنی و ارتباط برقرار میکنی. عامل بعدی که باید بررسی بکنم بحث تکنولوژی هستش. من باید ببینم از نظر تکنولوژیکی داره جامعه من و اون تارگتی که در واقع دارم توش کار میکنم، اون منطقه‌ای که دارم کار میکنم، داره چه اتفاقاتی براش میفته. مثلا ورود 5G میتونه خیلی از در واقع بیزنس ها، خیلی از کسب و کارها رو تحت شعاع قرار بده و اصلا مدل رفتاری رو تغییر بده، لایف استایل آدم ها رو دوباره تغییر بده. نفوذ در واقع متاورس، بحث متاورس، بلاکچین، حوزه بلاکچین، اینها اتفاقات بزرگی هستن، اینا مگا ترند هایی هستن که روی کسب و کار من خواه ناخواه تاثیر میذاره.
اگر که من بیام بهشون توجه بکنم از همین الان، میتونم براشون برنامه ریزی بکنم و در آینده به نفع خودم ازشون استفاده بکنم. اگر بهشون توجه نکنم، اتفاقی که برای نوکیا افتاد برای من هم میفته. جالبه بدونین که سیستم عامل اندروید اولین بار به نوکیا پیشنهاد شد، اما چون که به خودشون خیلی غره بودن و گفتن که سیمبیان چیزیه که مشتریای ما احتیاج دارن و اندروید براشون سخته، اون رو رد کردن و بعد شرکت سامسونگ اومد اندروید رو گرفت و اون اتفاقاتی که افتاد و اسمارت فونی که تولید شد و نوکیایی که عقب موند. الان میبینیم بعد از گذشت بیش از 15 سال هنوز نوکیا نتونسته اون جایگاهی که توی مارکت داشته به دست بیاره. عامل بعدی یا فاکتور بعدی در واقع اکولوژیکال یا انوایرومنتال هستش. بحث‌های محیط زیستی و محیطی هستن که ما باید ببینیم که از نظر محیط زیستی ما چه تأثیری داریم روی محیط اطرافمون میذاریم و یا ترندهای محیط زیستی چه تأثیری روی ما میذارن. بحث در واقع ماشین‌های الکترونیک و الکتریکی که خیلی در واقع باب شده، فاکتور اصلی در واقع محرک اصلی تولید یه همچین محصولات و یه همچین خودروهایی بحث در واقع انوایرومنتال بوده، بحث فاکتورهای محیطی بوده. کما اینکه می‌بینیم چقدر قوانین محیط زیستی توی دنیا داره وضع میشه برای اینکه بتونیم از محیط زیستمون بهتر استفاده بکنیم و شرکت ها رو در واقع میان تحت تأثیر قرار میدن. وقتی شما نمیتونی از یه حدی بیشتر مثلا آلاینده تولید بکنی، پس باید بیزینست رو تغییر بدی، باید یه تغییر توی کسب و کارت بدی. در نهایت من باید ببینم از نظر لیگال یا قانونی داره چه اتفاقاتی توی کشور من میفته یا تو اون منطقه‌ای که من دارم کسب و کار انجام میدم. ممکنه واردات یک چیزی ممنوع بشه، ممکنه صادرات یک چیزی ممنوع بشه، اینها احتمالش هست که به بیزینس من لطمه وارد بکنه یا اینکه برعکس به شدت به نفع بیزینس من باشه. ممکنه واردات کالای خارجی ممنوع بشه و من به عنوان تولید کننده داخلی بتونم خیلی بهتر محصولم رو بفروشم، ولی از اون طرف ممکنه واردات که ممنوع میشه، من مواد اولیه‌ای که نیاز دارم رو نتونم تامین بکنم، پس از این نظر میتونه به ضرر من تموم بشه. برای همینه که باید از بعد سیاسی حواسمون باشه که در واقع چه اتفاقاتی داره تو انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و غیره میفته، و از بعد قانونی باید ببینیم که چه قوانینی دارن وضع میشن. مثلا طرح صیانت، باید ببینم که آیا این به بیزینس من لطمه میزنه یا ممکنه یک اپورتونیتی باشه برای بیزینس من برای خلق یک پروداکت جدید. پس به طور کلی من باید بیام این فاکتورهای محیطی به صورت کلان و خود رو بررسی بکنم تا ببینم اولا جایگاه من توی مارکت کجا هست، من میخوام به کدوم سمت برم، مشتریای من کیا هستن و چه احتیاجات و چه نیازهایی دارن و من چطوری میتونم به اونها اپروچ بکنم به طوری که بتونم از عوامل محیطی استفاده بکنم به نفع خودم و رقبام رو پشت سر بذارم و بتونم یک سهم بازار بیشتری رو بگیرم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و ویدیوهای بعدی رو دنبال بکنین.